نفس کشیدن برام سخته. دارم خفه میشم. حالم خوب نیست. الان روزه، شبه. انگار زمان وایساده. تو هر کاری کردی که منو بشکنی، ارادم و مبارزم و سرکوب کنی، تو برای ساکت کردن من موفق نمیشی. من نرگس محمدی هستم. از زندان اوین این سطرها را می نویسم. حکومت استبدادی دینی جنبش زن زندگی آزادی را وحشیانه سرکوب کرد. گرچه دیگر اعتراضی در خیابان نمی بینیم، اما این جنبش زنده است. اگرچه مردم دیگر در خیابان اعتراض نمی کنند، اما به اعتقاد من موج بعدی جنبش کوبنده تر خواهد بود. اینها آخرین تصاویر از او در زمان آزادی است. این فعال حقوق بشر ایرانی پس از سالها حبس در مهر ماه سال 1399 با قرار وثیقه آزاد شد. نرگس محمدی بلافاصله با خطر زندانی شدن مجدد روبرو می شود، اما با این حال ترتیب قرار ملاقات با شماری از زندانیان سابق را می دهد تا با ساختن فیلمی مستند جنایات حکومت را ثبت کند. ما 23 نفر از فعالین مدنی و سیاسی که قبلا سلول های انفرادی رو تجربه کردن، جهت ثبت شکایت خودمون که اونچه که اتفاق افتاده خلاف مقررات و قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، در واقع یک نوع ثبت تاریخ هست برای اینکه شکنجه شده ها و شکنجهگران در این دادخواستی که توی دفاتر قضایی میخواد ثبت بشه به ثبت خواهند رسید، که به نظر من در واقع جز همون فرایند دادخواهی مردم هست. فکر میکنم که از اینجا به بعد شما دوربین رو بیارید پایین، چون داریم نزدیک میشیم و ممکنه که دیده بشه و دوربین رو بگیرن ازتون. تمام نقاطیه که در واقع شما بخواید فیلم برداری بکنین در ایران حتما باید مجوز پلیس رو داشته باشین. و به شدت رو کار شما نظارت میکنن، حتی اگر مجوز هم داشته باشین. دادگاه، در واقع ورود به دادگاه تصاویری هست که اصلا نباید اونجا فیلم برداری بشه، و به خاطر این ما مجبور بودیم یا پنهانی فیلم برداری کنیم یا اصلا فیلم برداری نکنیم اونجا. نرگس محمدی به همراه سازندگان فیلم وحید زارزاده و گلاره کاکاوند برای مستند شکنجه سفید با شماری از مخالفان حکومت مصاحبه کرد. افرادی که مانند او نوع خاصی از شکنجه را تجربه کرده بودند. شکنجه سفید اقدامی خطرناک در جمهوری اسلامی. تقریبا همزمان خانه های تمام اعضای این گروه در تهران تفتیش می شوند. این پلانی که در واقع دیدی در و برماشی کنزم، ما هر دفعه که فیلم برداری میکردیم مجبور بودیم که تو هاردهای مختلف کپی کنیم و به جاهای مختلف بفرستیم، چون هر لحظه احتمال اینو میدادیم که نیروهای امنیتی به دفترمون یا خونه هامون بریزن و همه چیزو توقیف کنن. نتونستن پیدا کنن، چون ما اون روزی که در واقع نرگس رو بازداشت کردند تمام راشا و فیلم هامون رو پنهان کردیم. روزی که ما خونه نرگس بودیم و نیروهای امنیتی ریختن داخل خونه نرگس، همونجا من داشتم از نرگس یاد میگرفتم نوع برخورد، و اون شجاعتی که اونجا من دریافت کردم باعث شد که چند روز بعد که اومدن ریختن خونه من اصلا برام مهم نبود. به من گفتن که باید شال سرت کنی، گفتم شما اومدین خونه من و من قرار نیست شال اینجا سر کنم، اینجا تا قوانین خونه منه. این دو فیلمساز موفق شدند تصاویر حساس را از کشور خارج کنند. آنها هم اکنون در آلمان در تبعید زندگی می کنند.
نرگس محمدی اما چند ماه پس از فیلم برداری این مستند دوباره زندانی شد و همچنان در زندان است. در راه آزادی و برابری و دموکراسی، هر آنچه به عنوان یک زن، مادر و انسان داشتم را بی اصرار و مقاومت پیش گذاشتم و حتی افسوس و حسرت نخوردم. اما مسئله علی و کیانا در این بحث نمی گنجد. من جا مانده ام و حسرت دارم. هشت سال پیش فرزندان نرگس محمدی به پاریس رفتند تا به پدرشان در تبعید بپیوندند. از آن زمان تا کنون علی و کیانای دوقلو دیگر مادرشان را ندیدند. حکومت ایران هر گونه تماس خانواده با نرگس را ممنوع کرده است. آخرین تماس تلفنی آنها یک سال پیش بود. من واقعا امیدی ندارم دوباره ببینمش. اما حتی اگه دوباره نبینمش همیشه بهش افتخار میکنم. ما اینطوری بزرگ شدیم با مبارزه علیه این حکومت. فرقی نمی کنه کجا باشیم، در مریخ یا هر جای دیگه، همیشه نگران اون چه در ایران در کشورمون میگذره هستیم. دوران کودکی در ایران. نرگس محمدی همواره خود را به زنان و حقوق آنها متعهد می داند. همسرش تقی رحمانی نیز برای حقوق بشر مبارزه می کند. بچه ها خاطرات خوب زیادی از کل خانواده دارند، حتی با اینکه معمولا یکی از والدین در زندان است. یورش نیروهای حکومتی به منزلشان بخشی از زندگی آنهاست. یادم میاد که چطور چند مرد در رو شکستن. وقتی وارد شدن پدرم پنهان شد. با اینکه خیلی کوچیک بودم ولی هنوزم از فکر کردن بهش میلرزم و اون حس وحشتناک رو یادم میاد. دیدم که پدرم رو دارن میبرن. همش این جمله ها توی سرم میپیچید. نه بابامو ول کنید. اون نمیخواد با شما بیاد. تقی رحمانی در ایران 14 سال زندانی بوده است. و از اعدام‌های سال 1367، زمانی که هزاران زندانی با فرمان روح الله خمینی اعدام شدند، جان به در برده است. وقتی قرار بود دوباره زندانی شود، به پاریس گریخت و حالا 11 سال است که همسرش نرگس را ندیده و نتوانسته به کشورش بازگردد. ما تو پاریس زندگی نمی‌کنیم. ما تو پاریس، روحمان در تهران. من گاهی خیابان‌های پاریس و میدان‌های پاریس رو با تهران شبیه‌سازی می‌کنم. مثلا میگم اینجا مثل خیابان انقلاب، اینجا مثل خیابان احترام جمهوریه. نرگس محمدی با همسرش از کشور خارج نشد. خروج نرگس محمدی از کشور میتوانست باعث خوشحالی مقام‌های جمهوری اسلامی شود، چرا که صدای او در خارج از کشور امکان داشت تأثیر کمتری داشته باشد. دوست داشتم با من بیان، ولی الان وقتی اومدم خارج دیدم خودم هم دوست دارم حتی برگردم. چون خارج از کشور مثل اینه که تو یه زندگی آکواریومی میکنی، تو یه مسئله نیستی، مسئله تو ایران رخ میده. چون مفید بودن برای اون مبارزم یه اصله. خب من اصلا با توجه روحی که از اون میشتسم ایران بیرون نمیاد و چون بیرون نمیاد دیگه باید ما برای این نوع بیرون نیامدن زندگی مدیریت کنیم. رژیم میخواهد من ناپدید شوم، اما من از این جدایی طولانی شکست نخواهم خورد. حتی اگر گاهی اوقات غم و اندوه جانکاهی را احساس میکنم که باعث میشود فکر کنم از این کار جان سالم به در نخواهم برد. اتهامهای علنی علیه حکومت، مصاحبه‌هایی که جرمها و جنایتها را افشا میکنند و همچنان احکام جدید زندان برای نرگس محمدی. اما او ادامه میدهد، از جمله با ضبط مستندش در مورد شکنجه سفید. او در این مستند از تجربه هایش در سلول انفرادی میگوید. تنها در یک سلول، هفته ها، ماه ها. آره اون لحظه ای هست که تو رنج رو تجربه میکنی. یه لحظه ای هست که آره با یه صدای وحشتناک کوبیدن شدن در
دلت میریزه. آره میترسی. 4 بار در سلول انفرادی. سلول من فقط 3 قدم طول دارد. نور مصنوعی 24 ساعته بدون کتاب. هیچ. سکوتی فراگیر، یک فریاد مدام که سلول‌های مغزم را فلج می‌کند. شما احساسی که در فاز انفرادی ندارید، چون اصلا نه قدرت بویایی دارید نه هیچی. تنها حسی که یه ذره شاید کار کنه شنوایی قوی میشه. حس ازت میگه قدرت ادراک هم تقریبا ندارید. نیستیه که تو درش هستی، یعنی همه اندامت داره کار کنه. زنده به گوریه که تموم نمیشه، یعنی زنده به گور نمیشی، نمیمیری، ولی توش هستی. این نیستیه که یعنی واقعا یک تجربه مرگ. ساسان آقایی، روزنامه‌نگار، محکومیت‌های متعددی را در ایران گذرانده و مجموعاً 288 روز در سلول انفرادی بوده است. در سال 1388، زمانی که مردم به نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند، او از جمله روزنامه‌نگارانی بود که تلاش کرد جهان را از شرایط ایران مطلع کند. خیلی خنده‌دار اگه بگم که خب جرم ایشون هم روزنامه‌نگاری بوده. ولی واقعیت اینه که روزنامه نگاری بخش مهمی، یعنی خیلی از روزنامه نگاره ایرانی توی زندان بودن. تا اون زمانی که ایمانت مهم است، وقتی از چند روز میگذرد تبدیل به شکنجه میشود. خب معمولاً این شامل فعالان سیاسی مدنی است. بعد اونها رو تحت فشار قرار میدن. چند ماه انفرادی نگه میدن، طرف گردی مصاحبه رو بکنه. معمولاً جمهوری اسلامی، حکومت های مثل جمهوری اسلامی همه رو میگن اینا جاسوس خارجی هن، وابسته هن و فلان. پس یه گاهی برای طرف یه سناریو مینویسن، بعد یه سری آدم ها رو انتخاب میکنن توی سناریو بازی کنن. خب بارها بازداشت، اغلب بدون اعلام اتهام‌ها و بدون مشخص کردن مدت زمان بازداشت، همراه با بازجویی‌های تحقیرآمیز که این نیز نوعی شکنجه سفید است. من خودم یک سال و نیم انفرادی کشیدم. 6 ماه، 4 ماه، 3 ماه، 1 ماه و نیم. هر جور تصور کنید زندگی کردن توش سخته. وقتی وارد سلول انفرادی میشه دیوارها انگار میان به طرف تو و این احساس دلتنگی میکنی، انگار قلبت داره جا کنده میشه. این شرایط شکنجه سفید. این خاطر شکنجه سفید، سلول انفرادی شکنجه است. کلمه شکنجه هم اینه که سفید میگیم به خاطری که ظاهرا زخمی رو بدن شما نمیذاره ولی روح شما رو آزرده میکنه. قنچه قوامی، دانشجوی ایرانی بریتانیایی، سال 1393 در ایران بازداشت شد. جرمش تلاش برای تماشای مسابقات والیبال مردان در تهران، اقدامی که برای زنان در ایران ممنوع است. بحث یه بخشیش تحقیرشه، احساس تحقیرشه که من هر روز باهاش واقعا دست به گریبانم. تو اون وضعیت، تو اون سلول کوچیک حتی حق دستشویی کردن نداری. هر موقع بخوان درو باز میکنن، هر موقع بخوان میبندن، میان مثلا یه چیزی میندازن. یعنی خیلی تو اصلا حریم خصوصی در واقع نداری. و یکی تحقیرهایی که تو جامعه مردسالار هست، اصلا تو کی، تو زنی، تو آدم نیستی، یعنی هم نابرابری القا میکنه که اونو تو سلول تحت فشار قرار بده که علیه خودش اعتراف کنه.
یکی از ابزار شکنجه سفید در زندان اعترافهای جنسی از خانم‌ها گرفتنه. مثلا خیلی خامر هر نرگس میگه این سیستماتیک اتفاقی نیست، یعنی بازجوینه برای خود ارضای جنسیش نمیکنه، به عنوان یه روش انجام میده که زندانی زن رو با این وسیله یه مرد بازجو مثلا یه تو رابطه جنسی تو با فلان مرد برای من توضیح بده. نرگس محمدی از فرصت‌های زمانی بین یک زندان تا زندان بعد برای مستندسازی این موضوع استفاده می‌کند. او این خطر را به جان می‌پذیرد که بعداً کار بر روی این موضوع را در زندان ادامه دهد. در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی، او توانست خشونت جنسی علیه زندانیان را افشا کند. دوری طولانی مدت از خانواده نیز به عنوان یک روش شکنجه استفاده می‌شود. نرگس محمدی میگوید که چطور در زندان خواب دختر کوچکش را میبیند. واقعا لبهای کیانا رو روی گونه خودم حس کردم. کوچیکی داغی لبهای کیانا روی صورت من بود. کیانا منو بوسید و من یه دفعه چشمم رو وا کردم که کیانا رو بگیرم، دیدم سلوله. جرأت نداشتم که چشمم رو کامل باز کنم و به این نتیجه برسم که اینجا سلوله. آره یه لحظه هایی رو به هر حال ما آدمیم. از آن زمان سالها می گذرد. کیانا حالا تبدیل به یک دختر خانم نوجوان شده است. دختر نوجوانی که نمی تواند حس حال و تجربه هایش را با مادرش در میان بگذارد. وقتی بزرگتر شدم نبود مادرم رو بیشتر احساس کردم. من به مادرم نیاز داشتم. آرزو داشتم که اون به من یاد میداد که چطور آرایش کنم و لباس بپوشم. اون یه زنه و ما از یک جسمیم. اون میتونست خیلی چیزا در مورد زن بودن به من یاد بده. اما من باید خودم به تنهایی همه چیزو یاد میگرفتم. همیشه آرزو داشتم که مادرم اینجا میبود. طبیعیه که دلم براش تنگ بشه. اما افرادی هستن که وضعیتشون از من خیلی بدتره. من احساس خوشبختی میکنم که مادرم هست. ورزش هم میکنم. من میخوام رو به جلو حرکت کنم. اینطوری حواسم پرت میشه و همینجوری ادامه پیدا میکنه. این یه تلاشه برای فرار از این وضعیت، حتی اگه در نهایت امکان پذیر نباشه. مادر و پدرم الگوهای من هستن. من شاهدم که اونها چه چیزهایی رو قربانی کردن، چطور با این شرایط کنار میان. پدر و مادرم شبها و لحظات مهمی از زندگیشون رو فدا کردن. یادم میاد که مادرم خیلی مریض از زندان بیرون اومد. این برای من هم سخت بود و هم یه منبع بزرگ الهام بخش. مادرم یه مبارزه و من بهش خیلی افتخار میکنم. آرزوم اینه که روزی کنارم بشینه و من اونو نقاشی کنم. خیلی خوب میشه. این فقط یه نفره که من دیدم که داشت از کنارم میگذشت، اما میخواستم اونو نقاشی کنم. اون خیلی فوق‌العاده عالی و در این حال آزاد بود. این زن شگفت انگیزه و من فکر میکنم که اونو آزادی به هم گره خوردن. وقتی احساس میکنی آزاد هستی، حس فوق‌العاده‌ایه و فکر میکنم که آزادی همه چیزه و اگر زنان جوان در ایران بتونن به اندازه او آزاد باشن، عالی میشه. Les jeunes femmes en Iran pourraient être aussi libres qu'elles. Je trouve que ce serait formidable. نرگس محمدی مخفیانه از طریق واسطه ها از زندان برای ما نامه می فرستد و می نویسد که در مصاحبه هایش با شکنجه شدگان چه چیزی او را بیشتر تحت تأثیر قرار داده است. آنچه برایم تکان دهنده و باور ناپذیر بود، اثرات و پیامدهای سلول انفرادی بود. حتی افرادی که دهه ها پیش سلول انفرادی را تجربه کرده بودند، از اثرات بر جای مانده بر روح و روان و حتی جسمشان می گفتند. یه چیزی که خیلی دردآور بود همین این بود که تو نمیدونی هر موقع اراده بکنن میان در رو باز میکنن. اصلا در اتاقم رو قفل میکردم که کسی باز نکنه.
یهو بهم شوک وارد میکرد، عصبی میکرد، یکی میمد در اتاقم رو باز میکرد بدون اینکه در بزنه، یا یعنی که اختیار باز و بسته شدن در اتاقم دست خودم نباشه. این مثلا خیلی چیز بود، اذیت میگرد. تو این سلول انفرادی اینها زمان بازجویی به من گفتن ما میریم خانوادت رو میاریم اینجا. ما که وارد اون جایی که بازجویی بود شدیم، دیدیم صدای یه زن و بچه اونجا میاد. من واقعا آتش گرفتم، قلبم از کار میافتاد. خب نگو من یه سکته زدم، بعدن اومدم چشم چپم بالکل از کار افتاده، الان فقط میتونم ببینم. مطالعه اصلا، چشم چپم اگه چشم راست نباشه من دیگه نمیتونم هیچ، نه رانندگی میتونم بکنم، نه ارسواتوزون میتونم چیزی بنویسم، نه میتونم چیزی بخونم، حتی غذا رو نمیتونم به درستی ببینم. یعنی من فکر کنم اگه انسان رو بگیرن همینجور درسته بندازن توی چرخ گوش، اون چیزی که از متریالش در میاد بازی شاید چیزهایی از خود انسان نداشته باشه. انفراد تنها چیزیست، دستگاهیست که میتونم بندازنت اون تو، وقتی ازش میای بیرون چی نیستی از خودت. یعنی حداقل توش، حتی اگه مقاومت میکنی، حتی اگه انگیزه داری، حتی همه اینها، واقعا تلاش انفرادی ویران کردن یک موجود انسان. شکنجه سفید، روشی که در نهایت هر کسی بر اثر آن می شکند. حکومت بازداشت شدگان را مجبور به اعتراف می کند تا آنها را در انظار عمومی مجرم معرفی کند. عبدالله مومنی فعال سیاسی نیز چنین تجربه ای دارد. کیفرخواست حاضر بر مبنای دلایل و مستندات متقن، اعترافات صریح و بدون شائبه متهمان، قرائن و امارات علم‌آور و مدارک مکشوفه با هدف تبیین. با خوندن من به تنفر از خودم میرسیدم، به یک سطحی از اینکه واقعا چرا من ناتوان بودم، چرا من اینقدر ضعیف بودم، چرا من اینقدر و همش هم به فکر چیز بودم، اینکه با چه شیوه میشه حد اکثر جبران کردنی که تو فکر میکنی کسی بتنی آدم رو زمین هستی، و این احساس هم میتونه تو رو به خودکشی بکشونه. به کسانی فکر میکردم که در سلولهای انفرادی دست به اعترافات اجباری زدند و اعدام شدند و روایتهایشان در سینه هایشان زیر خروارها خاک دفن شد. در آذر ماه 1401 نرگس محمدی در سلول انفرادی نیست، بلکه در بند زنان زندان اوین در کنار زندانیان سیاسی با احکام طولانی مدت حبس است. گرفتن عکس مجاز نیست. این تصاویر از دوربین های هک شده به دست آمدند. این تصاویر خیلی شبیه شرایط اونجاست. تختای کنار دیوار، تختای دو طبقه. کسایی که داخل بند بودن میگن که این تصاویر خیلی شبیه بند زنانه. مریم کلارن از 3 سال پیش که مادرش ناهید تقوی، شهروند آلمانی ایرانی، در ایران زندانی شد، یک فعال سیاسی است. ناهید تقوی مدافع حقوق زنان است که در ایران به 10 سال زندان محکوم شده است. نرگس و مادرم توی یه اتاق هستن و تختاشون بغل همه، خیلی نزدیک به هم. برخی از زندانیان اجازه دارند گاهی از تلفن استفاده کنند. نرگس محمدی بارها موفق می شود که مواضع انتقادیش را به صورت مخفیانه به بیرون بفرستند. این می تونه توی یک ملاقات باشه، می تونه از طریق چندین تماس تلفنی باشه، یا می تونه از طریق یه زندانی دیگه باشه که این سوالا رو برای نرگس جواب میده. این اصلا آسون نیست و خیلی خطرناکه، به خاطر همینه که هر زندانی این کارو نمی کنه.
نرگس محمدی که بر اثر عارضه قلبی به شدت بیمار است، در آبان 1402 زمانی که مدیریت زندان نرگس محمدی را مجبور می‌کند که برای اعزام به بیمارستان حجاب اجباری را رعایت کند، او به این درخواست تن نمی‌دهد و دست به اعتصاب غذا می‌زند. بدون غذا، بدون دارو، در خطر مرگ. زمانی که نرگس محمدی چند روز بعد بدون حجاب اجازه رفتن به بیمارستان را پیدا کرد، برخی این تصویر مونتاژ شده را ساختند. این یک پیروزی کوچک در برابر حکومت بود. همین ماجرای روسری سر نکردنش برای رفتن به بیمارستان شاید تو نگاه عمومی یه حرکت ساده باشه، ولی ما همیشه یه مثالی داریم که جمهوری اسلامی مثل یه تخم مرغ بزرگ، یعنی تخم یه حیوان بزرگی که ما ریز ریز همه آدم ها با کوچکترین حرکات زدن و امیدوارن که این پوسته با ترکایی که روش ایجاد میکنن بالاخره شکسته بشه. نرگس محمدی حالا 51 ساله است. در مجموع او تقریبا 9 سال را در زندان گذرانده و هنوز 8 سال دیگر از محکومیتش باقی مانده است. اراده او برای مبارزه اما حتی از قبل هم قوی تر شده است. به یه جنبندی رسید که با سلول انفرادی مقابله کنه. الان نرگس از گذشته خیلی شجاعتر و مصممتره، یعنی نوشته هاش، موضع‌گیری هاش. بیش از هر چیزی انسانیتش منو تحت تأثیر قرار میده. دیگران براش مهمتر از خودش هستن. اون لجبازه و این گاهی وقتا هم خوب نیست، اما در چنین شرایطی یه نقطه قوته، چون هرگز تسلیم نمیشه. پیروزی آسون نیست و به سادگی هم به دست نمیاد، اما قطعیه. این چیزیه که اون میگفت و من بهش باور دارم. شکست ناپذیر در برابر رژیمی که همچنان قدرت را محکم در دستان خود نگه داشته و مخالفان خود را سرکوب کرده است. اگرچه فعلا خبری از اعتراض‌های گسترده نیست، اما بسیاری با زیر پا گذاشتن قوانین جمهوری اسلامی همچنان به مقاومت ادامه می‌دهند. من فکر نمی‌کنم که تو ایران اعتراضی الان نیست. خانواده من چون خانواده مذهبی هستند، برام جالب بود که بعد از این ماجرا خواهر من حجاب سرش نمیگذره، که مثل یه آتش زیر خاکستره که هر لحظه ممکنه که مشتعل بشه و شعله ور بشه. نرگس محمدی جایزه نوبل صلح سال 2023 را دریافت میکند. این یک جایزه و انگیزه است برای همه کسانی که به خیابان آمدند و جان خود را برای ژن، ژیان، آزادی به خطر انداختند. این پیام آنهاست از زندان اوین: زن، زندگی، آزادی. درد ما درد جهان است. خاورمیانه در میان آتش جنگ، فاجعه استبداد، ظلم بی امان و تبعیض کشنده است. انتظار دارم هر کس در هر جا و هر موقعیتی که هست برای رهایی مردم از سیستم‌های استبدادی و به ویژه دینی و زن ستیز برای صلح گامی پیش نهد.